ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de... Message archivé reçu mardi 5 octobre 2021 à 18h18. Sur le site. Madame, vous avez dit vous dire. اولا نمیم شد اسم گذاشته داریوش و از اشتراک کرده با پاریس شده و این بود که من دکتر شدم الان که آمدم دو دفت به زنگ میزن من اردشیر زادی هست برمان سلام آقای زاهدی یک سال و هشت ماه از وداع با شما گذشت اینجا به گفته یکی از دوستان از سر این عادت شما که همیشه به پرندگان غذا میدادید و اصرار به انجام این کار داشتید اینجا این پیشبینی شد من امروز به دو دلیل اینجا هستم دو خاطره رو خواهم گفت که هیچ کدومش رو شما به من نگفتید ولی درباره شماست و اسرار مملکتی هم نیست که با وسواس خودتون اصرار داشتید دشمنان ایران از آن بی خبر بمونن خاطره اول که به نوعی به خاطره دوم متصل میشه از این قراره که یکی از اعضای دانشجویان کنفدراسیون در دهه 70 میلادی برای من تعریف کرد زمانی که شما سفیر بودید روزی از کوچه ریو ژنو عبور میکردید از جلوی کافه دانش آموزان و دانشجویان اون دوره مخالفین و نشستن و وقتی شما عبور میکنید شما رو میشناسن و شروع به متلک پراکنی و حتی تا اندازه ناسزاگویی و با اخلاق سرکش شما به نزد اونها میروید و میگویید که اگر بخواید اینجوری صحبت کنید منم بلدم منم میتونم فکر نکنید منم همکلاسی شاگرد دلاک حمام داشتم شاگرد سلمانی داشتم فکر نکنید و با اینا بحث میکنید و اینکه اگر هر چیزی در این مملکت هست برای همه است وظیفه همه ماست که از اون نگهداری کنیم همون روزا اختلافات مرزی بین ایران و عراق بوده و دو سرباز کشته شده بودند شما به اونا گفته بودید که این دو سرباز برای پادشاه کشته نشد برای شمای دانشجو که مرز مملکتتون خانه شما امن بمونه و درس بخونید پس به جای این کارا درس بخونید و بیایید به مملکت خدمت کنید اون سربازها حافظ منافع شما هستن بحث طولانی میشه تا اندازه قانع میشوید تا اندازه قانع میکنن و قول میدید که اگر لازم باشه اونها رو به ایران برگردونید تا بتونن خدمت کنن و از اونجا میرید این دانشجویان که تا اندازه قضیه رو جدی تا اندازه شوخی پنداشتن میان که صورت حسابو بدن گارسون به اینا میگه این آقا کی بود میگن کی بوده میگه نه تنها صورت حسابو پرداخت بلکه به اندازه‌ای که شما مصرف کرده بودید به همون هزینه به من انعام داد و رفت این رو داشته باشیم تا ماجرای قاسم سلیمانی و کشته شدنش که همین تعصبی رو که شما برای اون دو سرباز داشتید برای قاسم سلیمانی هم داشتید برای اینکه شما رژیم براتون مهم نبود قبل از اینکه دنبال فرد باشید دنبال فکر بودید وطن خانه مادری و خانه پدری روزهایی بود که شما درمانهای سختی رو دنبال میکردید و این زنگ تلفنی رو که اول برنامه شنیدیم یکی از دفعاتی است که برای احوال پرسی خدمتون زنگ زده بودم رادیو تلویزیونی که انقلاب به او مدیون او به انقلاب مدیون بعد از قتل قاسم سلیمانی به شما تلفن میکنن و شما هم تا اندازه بی خبر برای اینکه خبر داغ هنوز حجم کار رو نمیدونید آماده اید که صحبت کنید در کار روزنامه نگاری گاهی
طرح یک سوال مهمتر از جواب اون سواله. یعنی به محض که این طرح سوال آمد، خبرنگار برنده است. چه شما جوابتون حرف الف باشه، چه ب، چه منفی، چه مثبت، روزنامه نگار برنده است. یک مثال خیلی کوتاه و فوری، خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی، یک فرد مصری، فهد مصری که ملیت سوریه ای داشت، خبرنگار اون زمان صدا و سیما بود. وقتی آقای جورج بوش پسر به فرانسه اومد، رفت اونجا و سوال کرد آقای جورج بوش نمی ترسید که شما رو یک روز دادگاه بین المللی به خاطر جنگ عراق محاکمه کنن؟ از نظری این روزنامه‌نگار برد. حالا جورج بوش هر جوابی میداد، کمان که کوبا بهش تلفن کرده بود، یک هفته مهمانش کرده بود، ولی من به او گفتم تو شغلتو از دست دادی. و مگر میشه منو دعوت کردن ایران؟ واقعا هم دعوتش کردن. ولی همین روزنامه کیهان چند روز بعد نوشت که ما خبرنگار سنی نباید داشته باشیم، ما یک مملکت شیعه هستیم، و این خبرنگار رو از کار برکنار کردن. در نتیجه خواستم این رو خدمتتون گفته باشم که در کار روزنامه نگاری گاه طرح سوال روزنامه نگار رو موفق میکنه، و این رسانه معمولا با دعوت از مهمانانش، با طرح سوالاتش اغلب برنده است، اگرچه در این کار واقعا حرفه‌ایه. در نتیجه طرح سوال راجب قاسم سلیمانی از آقای زاهدی در همون ابتدا یک سوال برنده بود، برای اینکه هرچی آقای زاهدی جواب میداد میتونست به ضرر خودش باشه، که شد. آقای زاهدی عملا قاسم سلیمانی رو به خوبی نمیشناخت. در خبرهای کمی که در اون روز مطالعه کرده بود، و او رو 25 دقیقه پای تلفن نگه داشتن و او نظریات دیگران رو هم شنید، پس باور کرد و نتیجه گرفت که یک سردار ارتش ایران هست و اونچه که کرده برای منافع ملی مملکت بوده، نه برای رژیم. پس کشته شدن او یک عزای ملی برای مردم ایران. در انتها وقتی مصاحبه تمام شد، سیل انتقادات و چند روزنامه نگار ایرانی برون مرزی بهش تلفن کردن و گفتن آقای زاهدی کاش که اینها رو نمی گفتی. و بلافاصله آقای زاهدی به اونها میگه که من حاضرم تکذیب کنم، و اونا بهش توصیه میکنن که این کار رو نکنید، همین مسیر رو که اومدید کافیه، نه دور بزنید و نه جلو بیایید، همونجا که هستید. من بعد از این قضیه آقای زاهدی رو دیدم، در سن و مقام و رفتاری نبودم که به خودم اجازه انتقاد یا حتی اظهار نظر بدم، همیشه به عنوان احترام قلبی، همیشه به عنوان کسی که وطن پرستی رو نمیگم به من یاد داد، ولی تشویقم میکرد که هر جا که ایران اولین انتخاب من باشه. امروز وقتی به شهر مونترو آمدم، اولین کاری که کردم رفتم به درب خانه او که هنوز دربش بازه، ولی خودش نیست. یک بوته گل سرخ رنگ صورتی هم جلوی در خونه هست، بو کردم، بویی نداشت. به لطف دوستی که در تمام این سالها با ایشون مراوده نزدیک داشته به اینجا اومدم، ولی دوربین نبود. برای خودم با اعتقاداتی که ایشون به مذهب داشت و من ندارم، براش ادای احترام و فاتحه. و امروز تصمیم گرفتم این درد دلی رو که شاید برای شما جالب باشه، شاید هم نباشه، به عنوان یک خاطره، به عنوان یک شهادت اتفاق برای مردی که عاشق ایران بود، انتقاداتی به او وارده، ولی برای من آقای اردشیر زاهدی کسی بود که عاشق ایران بود و عجیب احترام داشت برای کسانی که برای ملیت و کشورشون علاقمند و فعال بودن. تصویری رو که میبینید مزار اوست، آدمی است اینجا تنها، سالها تنها زندگی کرد، ولی قلبش با ایران بود و یاد و خاطرش با ایران. نمیخوام پرحرفی کنم، شاید هم زیادی پرحرفی کردم، خواستم ادای احترامم رو در حضور شما انجام بدم که یادمون باشه کسانی که عاشق ایرانند برای ما ارزش و قدر دارن، و اردشیر زاهدی یکی از این افراد بود. من سلام میکنم حضور همگی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بعد از چندین سال، در اون سالی که اومده بودم، بازم این افتخار داشتم که
در خدمت هنرمند نازنین و دوست عزیزم عباس بختیاری باشم و یک شب فوق‌العاده‌ای رو به نظر من از نظر من برگزار کردیم و حاصلش هم یک سی دی شد که ما با هم دیگه کار کردیم، اشعار یعنی غزلیات چمس مولانا هست و من خیلی از اون کار راضیم، برای اینکه موسیقی اون کار واقعا درخشان بود. به هر حال امیدوارم که برنامه امشب رو دوست داشته باشین. من بی نهایت سپاسگزارم که اساتید اینجا هستن، آقای مسعود جاهد عزیزم که اینجا هست، آقای محسن فاضلی، و این افتخار رو به من دادن که منو همراهی بکنن در این کار. اینا رو همه رو مدیون عباس هم، برای که من اصلا خبر نداشتم و وقتی بهم گفت گفتم به بابا دیگه از این بهتر چی؟ عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، وی تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست قعرش ناپدید. قطره‌های بحر را نتوان شمرد، هفت دریا پیش آن بحر است خرد. عشق جوشد بحر را مانند دیگ، عشق ساید کوه را مانند ریگ. عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف.
خب میخوام خواهش کنم یک دست مفصلی برای این هنرمندان گرامی ما بزنید. در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست. می نشینی روبرویم خستگی در می کنی، چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست. باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است، باز می خندم که خیلی گرچه می دانی که نیست. شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند، یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست. چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا کمی دستهایم را بگیری بین دستانی که نیست. وقت رفتن می شود با بغض می گویم نرو، پشت پایت عشق می ریزم در ایوانی که نیست. می روی و خانه لبریز از نبودت می شود، باز تنها می شدم با یاد مهمانی که نیست. رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است، باور این که نباشی کار آسانی که نیست.
سپاس. به عزم رفتن دل از تو کندم، ولی جز اینجا وطن گزیدن نمیتوان.